سلام به دوستان خوبمون توی کانال مستری پورتر. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چه حرفایی رو نباید به خانم‌ها گفت. منظور این نیستش که چه چیزهایی رو باید ازشون مخفی کرد، نه، ما باید حواسمون به حرف زدن اون باشه. خانم‌ها هم بهتر گوش میکنن، هم بهتر از کلمات استفاده میکنن. ما آقایون هم درست گوش نمیکنیم، هم هر کلمه‌ای که دوست داریم به هر عنوانی که دلمون میخواد به کار میبریم. خانم‌ها کاربرد کلمات بیشتر بلدن، بیشتر احساساتشون رو میشناسن، خودشون رو بلدن، ولی ما آقایون نه. یعنی وقتی که مثلا میریم یه مهمونی یه ساعت دو ساعت صحبت میکنیم، از مهمونی میایم بیرون، واقعا اگه از ما بپرسن که آقا چی گفتی، چی شنیدی، هیچی یادمون نیست. یه سه چهار تا الکی چهار تا حرف سر هم میکنیم که همین دیگه، حرفای معمول و حرفای همین چیز خاصی می. آقا سه ساعت تو بیرون مثلا داشتی با این دوستات صحبت میکردی، آخه تو این سه ساعت هیچی. خانم فکر میکنه که احتمالا یک سری حرفا هست که شما نمیخوای بگی و اینو نمیدونه که واقعا یا یادت نیست یا اصلا همون موقع هم که داشتیم میگفتیم نمیدونستیم که چی داریم میگیم. البته هممون اینجوری نیستیم، ولی خب 99% اون احتمالا آره. ولی این قضیه توی خانم ها کاملا برعکسه، یعنی قشن یادشونه که یه سال پیش، دو سال پیش، سه سال پیش تو فلان مهمونی فلان شخص چه حرفی رو زد، چی گفت و چی جواب شنید. ما آقایون اگه به اون بگیم میگه اصلا مگه فلانی ما اون سال باش دوست بودیم، مگه اصلا ما مهمونیمون رفته بودیم، مگه حالا چی گفت. بعد بنده خدا خانم نیم ساعت توضیح میده که اینو گفت و اینو گفت و چنین بود و چنان بود. بعد ما میگیم حالا مگه چی شده. خب معلومه در جواب همچین حرفایی این که بابا ول کن تا مثلا مثل که در جریان نیستی و تو باغ نیستی و از این کلمات میشنویم تا الا ماشاءالله. ولی یه سری حرفا هست تو ذهن ما آدما معنی های مختلف داره، یعنی اون چیزی که اکثر آقایون به اون معنی میدن با اون چیزی که توی ذهن خانم هاست خیلی متفاوته. یه مثال خیلی ساده، میایم خونه، همسرمون هم اومده میخواد شام درست کنه، یا نه مادرمون داره از ما میپرسه، یه خانم از ما سوال میکنه که شام چی درست کنم. این بنده خدا اولا خودش خیلی نمیدونه، دوما که امکان داره دنبال یه سری جواب ها باشه، مثل اینکه مثلا بهش بگی آقا نمیخواد و حالا از بیرون یه چیزی میگیریم و نمیخواد اصلا ولش کن شما خسته ای یا یه چیزای شبیه این. ولی احتمالا اولین جوابی که ما میدیم برای اینکه خودمون راحت کنیم این نمیدونم، فرقی نمیکنه. واقعا این جواب نیست که ما میدیم. یکی دیگه از چیزایی که خانم‌ها رو خیلی عصبی میکنه کلمه من بهت گفته بودمه، یعنی یه اتفاقی میفته هنوز اصلا نتیجه اتفاق بیرون نیومده، یعنی فقط خانمه میاد میگه که آقا رفتم فلانجا اینجوری شد، بعدش هنوز بعدش رو نگفته کامل، وسط حرف میدویم من که بهت گفته بودم، مگه من بهت نگفتم؟ آره آقا تو گفته بودی، اولا که واقعا شدم نگفته بودی، شاید اصلا این موضوعی که داره تعریف میکنه با اون چیزی که شما قبلا گفتید متفاوته. بعدم بالفرض مگه خود ماها تمام اون چیزهایی که به اون گفتن گوش دادیم، انجام دادیم، که حالا انتظار داریم آدمی که داریم باهاش زندگی میکنیم با این جمله مثلا تحت تاثیر قرار بگیره یا درس عبرتی بشه برای سری بعدش، یا نه این وسط اومدیم مثلا میخوایم خوب بودن خودمون رو میخوایم اثبات کنیم. هیچ کدوم از اینا تأثیری نداره مگر اینکه رابطه رو خرابتر کنه. یکی از بدترین حرفایی که میشه زد شروع جمله با شما زناست. اگر که به ما بگن شما مردا همتون فلان، شما مردا همتون بیسار، احتمالا میخندیم تموم میشه میره و اصلا فکر نمی کنیم. ولی وقتی شروع صحبتون با یک خانم با جمله شما زنها، سوی ذهن خانم ها این یک شروع بسیار تحقیرآمیزه. به هزار و یک چیز سوی ذهنش فکر میکنه، اینکه این با چند تا زن بوده، این با چند تا خانوم مثلا در ارتباط بوده، از کجا میدونه ما زنها، اصلا چرا منو داره مقایسه میکنه با بقیه و و و و و. ما مردا عاشق فرار کردنیم، یعنی عاشق اینیم که یکی از اون یه سوالی بکنه، یه شرطی به وجود بیاد، یه اتفاقی بیفته، به جای اینکه بشینیم فکر کنیم، همدلی کنیم، یه کاری انجام بدیم، سری فرار کنیم. یه سوالی از اون میکنن، میگن آقا فلان چیزو چیکار کنیم، اگر این اتفاق بیفته میخوای چیکار کنی؟ یه دونه جواب بدیم، حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم چی میشد. آخه بله وقتی باید بشینی ببینی چی میشه دیگه، این حالای کی میاد. گاهی وقتا هیچی هم نمیشه، منتها اون طرفی که شما داری باش صحبت میکنی نگرانه، دوست داره که تو اون لحظه بشینه راجع به این قضیه با شما صحبت کنه، و اصلا جمله حالا ببینیم چی میشه درمون درد ایشون نیست.
خب هممون میدونیم که خانم ها به خاطر تغییرات هورمونی که توی بدنشون وجود داره گاهی وقتا رو مود نیستن، گاهی وقتا سر حال نیستن. یکی از بدترین کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که وقتی ببینیم که عصبیه، وقتی که ببینیم سر حال نیست، بیایم مستقیم بهش بگیم که تو دوباره اینجوری، تو دوباره چته، تو دوباره حالت خوب نیست. این نه تنها هیچ کمکی نمیکنه، بلکه باعث میشه که بسیار طرف ما عصبی تر و دل سردتر بشه. اگر واقعا درک میکنیم که باختر تغییرات هورمونی حالش اوکی نیست، بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که باش مدارا کنیم، دل به دلش بدیم، یه ذره آرومتر باشیم، بذاریم که این شرط بگذره، بعدا راجع به مسئله کس میشینیم صحبت میکنیم. یه کار خیلی بد اینه که یه سری کارهایی که ما فکر میکنیم خانم ها نمیتونن انجام بدن و یا توش احساس میکنیم که خیلی ماهر نیستن، هی به تمسخر بهشون بگیم. مثلا وقتی یه خانم ماشین رو میخواد پارک کنه، وایمسیم یه جوری نگاش میکنیم که میتونی، نمیتونی، کمکت کنم. اگرم خیلی خوب و مرتب و ترتمیزم پارک کنه، آخر سر بهش میگیم بالاخره تونستی. یا وقتی که مثلا داره تو خیابون رانندگی میکنه، یه جوری با ترس و لرز و استرس بغلش میشینیم که اگر کسی بغل ما همونجوری بشینه احتمالا پیادهش میکنه، میگیم آقا اگه نمیتونی بشینی بغل ما اعصابت خرد میشه، برو پیاده برو. ما آقایون معمولا تو اولین مغازه نرفته خریدمون رو میکنه میایم بیرون، یا باختن اینکه خیلی میدونیم که چی میخوایم، یا اینکه باختن اینکه همیشه یه چیز میخریم. یعنی مثلا یه دو رنگ پیرنه کلا از زمانی که یادمون اومده که رفتیم خرید همین دو رنگو خریدیم، دو مدل کفشه که میپوشیم، احتمالا مثلا یه مدل اتکلون که استفاده میکنیم. کلن خیلی دنبال چیزای جدید و چیزای باحال و اینا معمولا نیستیم. آقایانی که اینجوری هن خیلی سریع و خیلی راحت و آسون میرن اولین چیزی که پیدا میکنن میخرن، بدترین آدم ها هستن واسه این که باشون بری خرید. خانم ها دوست دارن بگردن، برن تو مغازه، جنس ها رو زیر و رو کنن، مدل های جدید رو ببینن، اصلا گاهی وقتا خرید نکنن، برگردن خونه فردا برن دوباره همین پروسه. ما آقایون غالبا تحمل همچین چیزی رو نداریم. خیلی بهتره که وقتی با یه خانم میریم خرید خیلی صبورتر و خیلی آرومتر باشیم. بالاخره که اتفاق میفته، بالاخره که ما بعد یه بار، دو بار، سه بار یا چند ساعت توی یک روز وقت بذاریم، پس بذاریم با اوقات خوش تمام بشه، یه لباس راحت‌تر خودمون بپوشیم، یه کفشی که مناسب پیاده روی بپوشیم، آمادگی اینم داشته باشیم که 3-4 ساعتی احتمالاً باید راه بریم و شاید در پایان خریدی هم انجام نشه. یه کار خیلی زشت و بدی که ما میتونیم انجام بدیم و نباید انجام بدیم اینه که به خورد و خوراک خانم‌ها گیر بدیم. خانم‌ها توی هر شرایطی که هستن، توی هر وزنی که هستن، یعنی اصلا مربی بدنسازیه، بهترین اندامو داره. باز روی کلمه چاق شدی، پوستت شل شده، چرا رنگ پوست تیره شده یا هر چیز دیگه حساسن. یعنی از نظر زیبایی شماره یک جهان باشن، یه جمله، دو جمله میتونه کاری کنه که اینا برن چند ساعت جلوی آینه با خودشون صحبت کنن. پس اصلا صحبت کردن در مورد مقدار غذایی که میخورن یا احیانا اگر ما احساس میکنیم یه ذره چاق یا لاغر شدن کاملا کار غلطیه. اصلا هم روش خوبی برای سر صحبت باز کردن و نصیحت و هر چیزی که فکر میکنیم نیست. یه کار خیلی بد دیگه اینه که بیایم خانوما رو با یه کس دیگه، با یه خانم دیگه مقایسه کنیم. این کار ما آقایون هم خیلی عصبی میکنه. یعنی مثلا اگر که یه خانومی برگره با بگی که آقا از داداش یاد بگیر، حالا حتی اگه اون خانوم مادر ما باشه یا همسر ما باشه، دوست ما باشه، فرق نمیکنه، بیاد به ما بگی که برو از فلانی یاد بگیر، زمین و زمان رو به هم میریزیم. یعنی کلا تا یه شر درست نکنیم احتمالا ولکن قضیه نیستیم، اگر غیر از اینه که خیلی مردای خوبی هستیم خداییش. ولی خانوم ها همونطور که قبلش هم راجعش صحبت کردیم میمونه تو ذهنشون، هی میان تو ذهنشون خودشونو با اون کسی که شما اسپوردی مقایسه میکنن. به هیچ وجه به یه خانوم نگیم تو هم مثل فلانی هستی، مخصوصا به عزیزانشون کار نداشته باشیم. جمله تو هم مثل مامانتی، تو هم مثل خواهرتی، تو هم اینجوری شدی، تو هم اونجوری شدی، فقط واسه زمانی کاربرد داره که میخوای یه دعوای درست حسابی را بندازی، وگرنه اینها راه و روش دوستی نیست. 10 دفعه زنگ زده جواب ندادیم، پیغام داده سین کردیم نیومدیم روش، بعد یا حالا هر جور دیگه که بلدیم قشنگ دیگه، همه اونایی که بلدیم انجام میدیم، بعد طرف که عصبی شد، داشت خودش رو ابراز میکرد، یه قیافه حق به جانب معصوم گونهی به خودمون میگیریم، میگیم آروم باش عزیزم، باشه آروم باش. این جمله آروم باشه خودش یه هیزومیه که میذاریم تو اون آتیش.
یعنی نه تنها باعث آروم شدن اون نمیشه، بلکه گفتن جمله آروم باش آروم باش آروم باش احتمالاً با اون لبخند مسخره که پشت این جمله داریم فقط بیشتر باعث عصبانی شدن بیشترش میشیم. اصلا خوب نیست که وقتی طرف داره هرس میخوره بیشتر کمکش کنیم که هرس بیشتری بخوره. توی یه زندگی اون کسی بازنده است که دعوای مشترکو برده. خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودی و همراه شدی. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید.